زبیه الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد که تلاش می شود تا کار برای تهیه قانون اساسی در افغانستان آغاز شود و قانون اساسی تازه جایگزین قانون اساسی گذشته خواهد شد. به گزارش تولونیو سرنوشت قانون اساسی پس از حاکمیت طالبان در بیشتر از یک سال گذشته در افغانستان نامشخص بود اما اکنون زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که تلاش ها برای تدوین قانون اساسی جدید در جریان است مجاهد افزود در نظر است که قانون اساسی هماهنگ و تصویب شود و ارکان باقیمانده نظام هم سازماندهی شود قانون اساسی کنونی نظام جمهوری اسلامی افغانستان دوازده فصل و دو ماده دارد که بیشتر ماده های این قانون بارها از سوی مقام های پیشین نقض شده است و به طور کلی طالبان ساختار سابق حکومت افغانستان را به رسمیت نمی در طول بیش از یک سالی که از روی کارآمدن مجدد گروه سنی های تندروی طالبان در افغانستان می ساختار اداری و سیاسی نامشخص این گروه و عدم تمرکزگرایی قدرت تعداد گروه های طالبان موازی در استانها و ناتوانی در برقراری امنیت و به ویژه بحران معیشت و به ویژه قومگرایی پشتون و تلاش برای نسل کشی هزارها و شیعیان حاکمیت این گروه را به شدت تضییع کرده و تلاش برای تدوین قانون اساسی جدید در این راستا ارزیابی می شود تلاشی که نتیجه آن چشمانداز امیدوار کننده برای این کشور نخواهد داشت.